امروز داستان مردی رو میخوام براتون تعریف بکنم که فکر میکرد قراره با زن رویاهاش ملاقات کنه، ولی تهش این قرار ملاقات تبدیل میشه به کابوس به تمام معنا. این داستان جانی آلتینگر و قاتلیه که به سبک دکستر میکشه. دکستر خودمون رو میگی؟ دکستر خودمون. داستان توی جمعه شب قبل از تعطیلات روز شوک‌گذاری سال 2008 توی کانادا اتفاق میفته. جانی آلتینگر با یه دختری قرار داره، دیت داره و حسابی هم براش هیجان زده است و ذوق زده است. اون با یه دختری به اسم جن توی اینترنت آشنا شده، از طریق ایمیل و این حرفا با هم دیگه تکس بازی میکنن. خبر خوبم هم این که همون قدی که جانی برای این رابطه خیلی ذوق زده هستش، به نظر میرسه که دختره هم خیلی اوکی با جانی و جانی هم انقدر ذوق داره. من نمی‌دونم، هی دارم میگم ذوق داره واسه این رابطه، چون واقعا میخوام با شخصیتش آشنا بشی که چجوریه، که رفته به تک تک دوستاش گفته که آقا من امشب جمعه با یه خانومی به اسم جن قرار دارم و این حرفا. به این فقط یه چیزی، الان این اینترنت که میگی چیه داست اینترنت؟ یعنی اصلا موقع فیسبوک بوده؟ ببینیم اون موقع، آره دیگه، ما داریم راجع به سال 2008 صحبت میکنیم، اوایل وایرال شدن اینترنته که یک سری استفاده های اصلا ابتدای شبکه های اجتماعیه. ببین شروع میشد. آفرین. ببین اون موقع مثلا تیندر و نمیدونم اینجور اپلیکیشن های دوستیابی نبودش، خب ولی تا دلت بخواد وبسایت های دوستیابی اون موقع تازه وایرال شده بودش و خیلی کسایی که براشون سخت بودش که با یکی بخوان قرار بذارن و باش دوست بشن و ارتباط بگیرن، این بهترین فرصت براشون بودش که بتونن یک رابطه ای رو شروع کنن و جانی آلتینگر داستان ما هم جز اون دسته آدم ها بودش. جانی و جن هم توی یه دونه از همین وبسایت های دوستیابی با هم آشنا شده بودن به اسم پلنتی آف فیش، که حالا اصلا معنی عجیب غریبی هم داره، کاری نداریم با معنیش. و باز هم اینجا دوباره تکرار میکنم، جانی انقدر ذوق داشت که رفته بود عکس پروفایل جن رو توی اون سایت پلنتی آف فیش فرشو مثلا به دوستاش نشون داده بود که داداش من با این خانم اوکی شدم، و جن هم انقدر خوشبر و رو خوشهیکل و این حرفا بودش و عکسی هم که داشت با بیکینی بودش و بیشتر اینجوری بودش فضا که مثلا دوستاش که میدیدن گفتن ببین ما خیلی خوشحالیم برات جانی، ولی چه جوری مثلا میبینی تو خیلی خوبی داداش ما، ولی مثلا با این دختر تو چه جوری اوکی شدی؟ آره دیگه، اونم احتمالاً اصلا دوست داشته همچین چیزی رو ببینه و دوست داشته واکنش رفیقاش رو ببینه که ببینید مثلا من با همچین دختری اوکی شدم. احتمالاً هم الان خودتونم باید حد زده باشید که جانی که ما داریم اینجا تعریف میکنیم آدمیه که خیلی روابط اجتماعی بالایی نداره، که انقدر بابت یک رابطه مثلا هیجان زده شده، یه حالت نرد طوری داره. نرد رو چی مثلا باید تعریف بکنیم؟ اسکل مثلا میشه. اسکل به نظرم خیلی زیادیه. ببین بیشتر کسی که مثلا میان سرش تو کتاب و درس و این حرفا و دیگه، آره دیگه، روابط اجتماعی پایینی داره. دخترها نمیتونه با جنس مخالف، حالا دخترها که لزوماً نه اصلا دقیقاً هم همین برقرار و این صحبته. چند سالش بود فقط این که اصلا اینو یادم رفت بگم، جانی 38 سالشه. خب یعنی همه چیزایی که من بهت گفتم راست میگه، اصلا کم این آره عجیب شد خیلی. آره داستان اصلا عوض میکنیم، ما با یه مرد بالغ کاملا طرفیم. اوکیه، ولی توی 38 سالگی بعد ببین داستان چجوریه که میگم دوستاشم اصلا همه تعجب کردن دیگه، یعنی تا به این روز این آدم حداقل با هیچ دوست دختر اینجوری نداشته که مثلا خیلی خوب باشه و رابطه خیلی واوی داشته باشن و این حرفا. بین تمام دوستای جانی که اومده بود بهشون مثلا نشون داده بودش که من با این دختر دوست شدم و اینا، یه دوستی داره جانی به اسم دیل، که دیل خیلی شخصیت مهمی هم هستش تو این داستان و دیل اون آدمیه که با بقیه دوستاش یه ذره تفاوت داره برخورد و واکنشش نسبت به این قضیه. اون نگران شد، یعنی خیلی صادقانه نگران شد که ببین جانی من تو رو مثلا دوست دارم، خیلی اوکی، خوشحالم برات، ولی یه جای کار داره میلنگه، چرا باید این دختر با تو اوکی باشه؟ این نگرانی رو حداقل توی دل خودش داشت.
دلیل اصلی نگرانی دیل هم این بود که این دختر برای قرار ملاقاتی که با هم دیگه ست کرده بودن یه آدرس درست حسابی و سرراست نداده بودش. این چی؟ ببینیم اومده بودش دختره توی همین میگم تکس به هم دیگه میدادن دیگه برای قرار ملاقاتشون هم. این آدرسی که توی ایمیل برای جانی فرستاده بودش که به این آدرس بیا اینجوری نبودش که مثلا فلان پلاک فلان خیابون پاشو بیا همدیگه رو ببینیم و این حرفا. یه حالت معماطور درست کرده بود، گفته بودش از فلانجا سمت چپ میای میری اونور میای اینور، کلی پیچیده میکنه قضیه رو. بعد میگه میای داخل یه گاراژی میشی، من توی اون گاراژ تو رو میبینم و از اونجا با همدیگه میریم سمت خونه من. نکنین خب این چیه؟ که خب من اسکرین شات این ایمیل رو هم میذارم که دقیقاً متن این داستان رو بخونید که چه جوری آدرس رو داده. آجی این خیلی دیگه ویرده، نه بعد اصلا اعتماد میکرده. نه تو داستان ببین یا یکی اعتمادی میکنه که پرونده جنایی شروع میشه. آره آره این اصلا هم اشتباه، این همیشه هستش، همیشه یه اعتماد اشتباهی توی پرونده جنایی پیش اومده. ولی بیا یه لحظه خودمون رو بذاریم توی اون دوره و اصلا خودمون رو بذاریم جای جن. خب ما داریم راجع به سال 2008 صحبت میکنیم که اینترنت تازه وایرال شده و اون موقع اینقدر روابط اجتماعی به صورت گسترده و در دسترس نبوده. خب یعنی اعتماد کردن اون موقع یه مقدار یه بحث خیلی سنگینی بودش، به این راحتی ها کسی توی اینترنت اعتماد نمیکرد. از اون طرف جن یه دختره تنهاه، سال 2008 بیا از دید اون نگاه کنیم به قضیه دیگه. سال 2008 با یه پسری به نام جانی داره آشنا میشه و خب شاید برای اینکه خودش احساس امنیت بکنه یه موقعی مثلا چه میدونم، بالاخره اون موقع خیلی داستانه تجاوز توی اینترنت و اینجور چیزا بود دیگه، دوره‌ای بودش که ترس اینترنت هم خیلی ترند شده بودش، با خودش گفته بود که مثلا من اینجوری امنیت خودمو مثلا تامین بکنم. آره میگیرم چی ببین اصلا بذار یه چیزی بگم، من خودم همون دوران حالا سال 2008ش رو نمیتونم دقیق بگم، ولی خودم اولین باری که با یه دختری قرار گذاشتم اینترنتی توی یاهو مسنجر باش آشنا شده بودم، بعد مثلا اوج کار این که فقط بفهمم طرف دختره این بودش که توی یاهو مسنجر مثلا یه وایس بده، یه وایس 5 ثانیه‌ای داد و گفتم خب حداقل میدونم که دختره. پارک لاله باش قرار گذاشتم، گفتم برو بغل مجسمه ابو ریحان بیرونی. خب بهش گفتم من یه پیرهن قرمز میپوشم، ولی پیرهن قرمز نپوشیده بودم، همین کارو کرده بودم که بفهمم دختری که از دور ببینمش اگر اوکی بود برم سمتش، که حالا دست برقضا دخترم اصلا اون چیزی که تعریف میکرد خودش نبود. یعنی میخوام بهت بگم که این ترس توی اون دوران واسه آشنا شدن با یه آدم جدید، کسی که نمیشناسی، حداقل برای من یکی که اتفاق افتاده بود و حالا امیدوارم اون دخترم ببخشه منو، چون البته چیزی که گفتی هم یه کوچولو متفاوت بود، ولی حداقل تو خودت هم رفتی پارک، مثلا نرفتی بگی بیا آفرین مست برو تو گاراژ فلان. آفرین کم عجیب غریب میشه این. نه سوالت کاملا درسته، یعنی باید یه مکان عمومی قاعدتا مثلا میذاشتن، یه به قول تو من خودم هم پارک گذاشته بودم لاله مثلا میام. یه داستانی وجود داره که حالا من یادم رفت قشنگ درست توضیحش بدم، اونم این که این قراری که جانی و جن با هم دیگه دارن میذارن یه دیت ساده نیستش، این دوتا دیگه انقدر با هم دیگه صمیمی شده بودن که دیگه مثلا خواستن برن خونه و با هم دیگه چیز کنن دیگه. اوکی. چیز همین داستان این قراری هم که جانی و جن با هم دیگه داشتن که جانی خیلی بابتش هیجان زده بود، این هم یکی دیگر از دلایلی بود که این رفیق ما دیل رو داشت نگران‌تر می‌کرد. دیل این دختر عکسشو دیده بود، خب جانی اینجوری تو صورتش کرده بود، بهش گفته بود که من جمعه شب باش قرار دادم، گفته بودش که چجوری میخوام برم اونجا، کجای یه گاراژ و میخوایم با هم دیگه چیکار بکنیم. و خب منم جای دیل باشم، اولین سوالی که برای خودم پیش میاد اینه که آقا یه دختری با این وجنات اصلا برای چی باید توی اینترنت دنبال همچین داستانی باشه؟ قاعدتا بیرون هستن کسایی که بتونن خیلی راحت‌تر داستانی داشت. دقیقاً میدونی، ولی جانی انقدر بابت این قضیه ذوق و شوق داشت که نمیخواست بپذیره. حق داشته دیگه، حالا اونم دیگه به هر حال 38 سالش بود دیگه، فشار زیادی اومده بودش. باز دوباره این ور داستان، ببین ما با یک مرد بالغ 38 ساله طرف هستیم، بچه نیستش و قاعدتاً اگر اتفاق بدی هم بخواد براش بیفته کسی هستش که حداقل میدونیم که خودش میتونه دفاع بکنه.
و اینا دیگه چیزایی بودش که دیل داشت با خودش میگفت تا یه جورایی خودش رو قانع بکنه که خیلی تو ذوق این بچه نزنه، بچه که چه ارز کنم تو ذوق این مرد 38 ساله بالغ نزنه، و میخواست خودش رو آروم بکنه و داشت با خودش میگفت اصلا شاید من دارم اوور ریاکت میکنم، حالا پیش اومده واسش دیگه، خب نوش جونش. ولی با همه این اوصاف باز هم دیل اونقدر رفیق بوده و اینقدر جانی براش عزیز بوده که بهش میگه که آقا خوش بگذره ولی برای من آدرس حداقل اونجا رو بفرست. خب نگران بوده، نگران بود دیگه، قابل درکه دیگه. منم یعنی اگه جای دیل بودم همچین داستانی میشنیدم، منم اون رفیقی میشدم که نگرانش میشم. اصلا توی طول این داستان من خودم با دیل خیلی همزاد پنداری میکنم. جانی قرار بودش که بره به اون گاراژ و با جن ملاقات بکنه، ولی این اتفاق نمیفته. ساعت 6:30 عصر جانی به دیل زنگ میزنه و بهش میگه که آقا من کنسل داستان، من رفتم تو اون گاراژ، یه یارو داشته مثلا فیلم برداری میکرده و جن اصلا نیومد. و دیل یه جوری حداقل خیالش راحت میشه بابت این قضیه و بهش میگه که خب اوکی، ایرادی نداره، فدا سرت، کاری بوده. آره احتمالاً دیگه تو اینترنت پیش میاد دیگه این اتفاقا. و جانی گوشی رو قطع میکنه، دیل هم با خودش میگه خب جانی قاعدتاً برمیگرده خونه و اتفاق خاصی نمیفته دیگه، من دیگه لازم نیست نگران چیزی باشم. اما اگه این اتفاق میافتاد این پرونده همینجا تمام میشد، قاعدتاً این اتفاق نمیافته. ساعت 7:30 جانی به دیل ایمیل میده این سری و بهش میگه که آجی جن اومد، من دیدمش و الان با هم دیگه داریم میریم خونهشون، تو هم نگران چیزی نباش. و این باعث میشه که دیل یه مقدار شک کنه، بگه که خب ببین این با من تماس گرفته بود، گفته بودش که من وارد اون گاراژ شدم، اصلا یه مرد غریبه بود، جنی در کار نبود، و حالا یک ساعت بعد ایمیل داده و گفته که اوکی همه چی و نگران چیزی نباش. دیل که شخصیت همیشه نگران داستان ما هستش، باز هم نگران شده، هی میاد با خودش میگه که آقا بد به دلم را ندم، رفیقم قراره یه شب رویایی داشته باشه، باید خوشحال باشم براش، خوش شانس بوده که جن واقعی بوده و این حرفا. ولی کار از محکمکاری عیب نمیکنه دیگه، برای همین بذار من بشه زنگ بزنم که مثلا حالشو بپرسم ببینم همه چی اوکیه. ساعت چند بود الان؟ ببین 7:30 این ایمیلو داده بود دیگه، یک ساعت گذشته بودش از اون داستان، از اون زمانی که قرار ملاقات داشتن این دو تا با هم دیگه. دل زنگ میزنه به گوشی جانی، 6 تا بوق میخوره، جواب نمیده و میره رو وایس میل. با خودش میگه آقا حتما چه میدونم مشغول کاری هستن، و تمام تلاشش رو میکنه که اون شب رو به صبح برسونه و حالا صبح هم یه خبری از جانی میشه دیگه، و همین کارم میکنه، شبو میخوابه تا فرداش. فرداش میشه و هیچ خبری از جانی نیستش. دیل دیگه کم کم داره نگران میشه و نگرانیش هی داره بیشتر و بیشتر و منطقی تر میشه. دیل به یکی از دوستای مشترکشون خبر میده، میگه آقا یه همچین داستانیه، یا تو مثلا گفته بودش که میخوام برم ببینمش و این حرفا، از اون شب به بعد من هیچ خبری از جانی ندارم، هر چقدرم زنگ میزنن میره روی وایس میل. همه میدونستن. آره دیگه داستان دیگه به همه گفته بود داداشمون، و رفیقاش هم اینجوری بودن که آقا حالا ما که هر روز با جانی صحبت نمی‌کنیم، میگم اون موقع شبکه‌های اجتماعی نبوده، تلگرام و واتساپ و اینجور چیزا نبودش که همه از هم دیگه دائما خبر داشته باشن، و رفیقاش هم یعنی رفیقای دیل و جانی، رفیق مشترکا، با هم دیگه میگن که آقا اوکیه، حالا هر موقع که جانی خودش مثلا گوشیش دستش باشه حتما به ما یه خبری میده، وایس میلا رو چک میکنه، مثلا تو وایس میلا همش دیل گفته بود که آقا من نگرانتم، حتما سریعتر به من یه خبری بده. و کلا هم باید در نظر داشته باشیم دیگه، ما علاوه بر اون بازه زمانی که اینترنت تازه داره رشد میکنه، با یه مشت مرد بالغ طرفی، ما داستان راجع به یک سری تینیجر نیستش، و خب آدم هرچی هم بزرگتر میشه راحتتر با مسائل کنار میاد دیگه. شاید اگه یه مشت تینیجر بودن خیلی زودتر از اینا هول میکردن و تو سرشون میزدن، ولی همه با هم دیگه این فازو دارن که آقا ما مردیم، آقا مثلا 35-6 سالمون و از پس خودمون برمیایم دیگه، چرا الکی باید فریک بزنیم. یک شنبه شده و هیچ خبری از جانی نیستش. یک شنبه روزیه که جانی با دیل هر هفته با همدیگه میرفتن موتور سواری، جفتشون عشق موتورن و از اینایی هستن که میرن مثلا توی این کوخ و دشت و اینجور چیزا موتور سواری میکنن. حالا عکسش هم هستش دیگه، جانی و با اون سیس گنگش سوار موتور میتونید ببینید. یک شنبه ای که
جانی بخواد موتور سواری با بهترین دوستش رو از دست بده، این دیگه چیزی نیستش که دیل بتونه بپذیره. این اصلا عادی نیستش. اینجا دیگه دیل میگه که آقا قطعا یه داستانی وجود داره و من باید یه حرکتی انجام بدم بابتش. خلاصه که دیل و زنش به همراه یکی از دوستای مشترکشون با جانی تصمیم میگیرن که آقا برن دم در خونه جانی و اونجا پیگیر بشن، آقا زنگ در رو بزنن و حتی این احتمال رو داده بودن که شاید اصلا جانی گوشیشو گم کرده باشه. زنگ خونه رو میزنن، هرچی در میزنن کسی جواب نمیده، میرن در پشتی رو چک میکنن، خبری نیستش. از لای در داخل گاراژ رو نگاه میکنن و میبینن که ماشین جانی نیستش و این یعنی که جانی با ماشینش بیرونه دیگه. همچنان حالا ببین اینجا باز داستان شناخت دیل از جانی پیش میاد. ماشین بیرون بوده، اوکیه باز این قضیه، ولی یه داستانی وجود داره که باعث میشه دیل باز هم نگرانتر و نگرانتر بشه. درهای خونه که اولا همه قفل بوده، اینا داشتن لای مثلا درهای گاراژ نگاه میکردن و دیل میبینه که جانی دوتا موتور داره توی گاراژش و دیل میبینه که کاور موتورها دیل میبینه که کاور موتورها دیل میبینه که کاور موتورها رو نکشیده روشون و این کاری نیستش که جانی انجام بده. ببین ما اینجا بازم داریم یه ذره با شخصیت جانی هم بیشتر آشنا میشیم دیگه. یه آدمیه که خودش رو درگیر مثلا موتور سواری کرده و انقدر آبسس هستش، انقدر آبسس چی میشه؟ وسواس. آفرین، وسواسی نسبت به این داستان که اگر کاور موتورش رو نذاره، دیل میگه که آقا امکان نداره این کار جانی باشه. نردم بوده و عشق موتور. حالا ما نمیخوایم خیلی هم اینجا جانی رو دیس کنیم و قضاوتش بکنیم، ما بحث این جزئیات داستانه راجب اخلاقیات شخصی جانی، چون همه اینا به کار میاد در طول داستان. دیل و زنش و رفیق مشترکشون توی خونه، یعنی اطراف خونه که چیزی به دست نمیارن، فقط دیل به این قطعیت میرسه که یک اتفاقی افتاده و بعد دنبال جانی بگرده. یه سری پرسوجوها میکنه تا شب میشه و میرسیم به فردا دوشنبه 13 اکتبر که 3 روز از روز قرار ملاقات جانی و جن گذشته. اینجای داستان یعنی صبح دوشنبه 13 اکتبر یه اتفاق خیلی مهم میفته و اونم یه ایمیلیه که از طرف جانی برای دیل میاد. حالا این ایمیلو من برات میفرستم تو بخونش تا منم یه آبی بخورم چون بچه گلوم گرفته. چطوری؟ من با یه دختر فوق‌العاده‌ای به اسم جن آشنا شدم که بهم پیشنهاد داد یه سفر استوایی ریلکس کننده سمت کوستاریکا بریم. خودش اونجا خونه داره، ما تا زمستون اونجا میمونیم. شماره خونه رو هم برات میفرستم تا چند روز دیگه. من تا 10 دسامبر بر نمیگردم ولی هر چند وقت یه بار ایمیلمو چک میکنم. تعطیلات میبینمت، جانی. خب ببین خیلی چیز خفنیه دیگه، یه دختری با این وجنات اومده توی زندگیت، بعد بهت گفته که پاشو بریم یه سفر استوایی 2-3 ماه با هم دیگه اونجا باشیم تا زمستون. خب خوش میگذره دیگه، کار و زندگی اینا نداشتن، اینا کلا 2 ماه اون شد وسط زمستون، بعدش هم تعطیلات بوده تازه. ببین من با توجه به شناختی که از شخصیت جانی آلتینگر پیدا کردم، اگر کار و زندگی در حد ایلان ماسک هم داشت، میذاشت کنار و با این دختره میرفت. خب یعنی یه همچین فازی داشتش کاملا که برو بریم تا تشو باد هستم خانومی. خانومی اشتباه بود. هیچ وقت نگید خانومی. خیلی اشتباه. ولی خب دیل از همون اول گفتم میدونست که یه جای کار میلنگه. این دفعه یه سری دلایل دیگه هم داشتش، فقط بر اساس این ایمیلی که از طرف جانی براش اومده بود. اولا که این اصلا لحن صحبت کردن جانی نیستش، یعنی اصلا اینجوری صحبت نمیکنه جانی. خیلی تر از جانی به نظرم. آره دیگه، یعنی دقیقاً یعنی همینه به نظر منم. این اینجا خیلی مثلا کول بوده، در صورتی که این آدم اصلا شبیه جانی صحبت نمیکنه. دوما دیل میدونه که جانی از هوای شرجی و گرم متنفره و اصلا آدمی نیستش که برای تعطیلاتش بخواد بره مثلا یه جای ساحلی. یعنی اینا همه این شناختیه که دیل و جانی از هم دیگه دارن. آره. بعد اصلا ببین اگر با وجود و واقعی بودن شخصیت جن اوکی می بود دیل، باز این دوتا دلیل هم میتونست بپذیره. ولی مشکل اینجا بودش که دیل باورش هم نمیشد که هیچ جوره جانی با جن بخواد مثلا همچین داستانی رو داشته باشه و بخوام برن سفر. چون میگم که ما با تجربه شخصیت جانی
دیل هم میپذیرفت که به خاطر یه دختر بخواد این کارو بکنه، ولی مشکل اینجاست که دیل اصلا شخصیت جن رو باور نداره تو این داستان. و نکته سوم و آخرین نکته هم اینه که جانی کسی نبودش که آخر ایمیلاش اون امضای جانی رو بذاره. این یه چیز معموله دیگه توی ایمیلایی که مثلا آمریکایی‌ها به هم دیگه میدن، اینی که اون آخرش مثلا اون اسمو میذارن. جانی اتفاقا نه تنها اون اسم رو نمیذاش، معمولا آخر نامش یه نمکی میریخت. این معمولا خب آدم با دوستای صمیمیش متوجه میشه دیگه، که مثلا حتی اگه گوشی یکی دیگر هم بگیری گوشیت خاموش شده باشه لحنه میفهمی که الان ببین اصلا هست. تو به من اگه قرار باشه یکی به جای تو به من تکست بده، من کاملا میفهمم از رو لحنش که آقا تو هستی یا نیستی. و دیل هم همین بوده دیگه با جانی. آره این خیلی جز دیتیل های ریزیه، ولی خب دقیقا این دیتیل های ریز خیلی مهمه. من واسه همینش اینقدر هم بهشون تاکید میکنم روشون. دیل که دیگه به اوج مشکوکیت رسیده بودش تو این قضیه، میگه خب اوکی اگه اینجوریه پس بذار منم باید بازی کنم. جواب ایمیل جانی رو میده و بهش میگه که خب اوکی جانی، ولی پس کی میخواد بره دنبال داداشت توی فرودگاه؟ ببین جانی داداش داشته، ولی همچین داستانی وجود نداشته که قرار باشه مثلا توی فلان روز جانی بخواد بره دنبال داداشش. مثلا خیلی سعی کرده هوشمندانه حرکت رو، اینقدر خوبم آفرین دیگه، یه دستی زده به قضیه، ولی هیچ جوابی از جانی دیگه دریافت نمیکنه. دیل دیگه اینجا بالاخره به اون مرحله میرسه که انقدر نگران شده تصمیم میره که آقا این قضیه رو با پلیس ادمونتون در میون بذاره و میره به ایستگاه پلیس و باهاش صحبت میکنه راجع به این قضیه. دیل که وارد ایستگاه پلیس میشه که بخواد بهشون این قضیه رو بگه، میاد بهشون میگه که آقا یه گزارش مفقودی برای این دوست من شما رد کنید که آقا مثلا بیافتید دنبالش. و واکنش پلیس به این داستان اینجوری بودش که آقا شل کن دیگه، حالا این رفیقت توی اینترنت با یکی آشنا شده، با هم دیگه مثلا رفتن در درد و دور و دارن خوش میگذرونن و فازت چیو، خیلی با شوخی هم باش اصلا برخورد میکنن، حسودی نکن آفرین، مثلا یه همچین واکنشی داشته که آقا مثلا حالا حسودی نکن دیگه، چرا مثلا اینجوری میکنی. و حرف دیل رو جدی نمیگیره پلیس. از طرفی هم پلیس بهش میگه ببین ما این روزا با وایرال شدن اینترنت هر روز از این داستانا داریم و داداش برو پی زندگیت، نگران این چیزا هم نباش. این که پلیس مثلا بهش میگه که ما زیاد این اتفاق داره برام پیش میاد، باعث میشه که دل یه مقدار مثلا خیالش آرومتر بشه و با خودش بگه که آقا شاید واقعا این منم که دارم پنیک میزنم و واقعا جانی با جن رفتن کاستاریکا. خلاصه دوشنبه هم اینجوری میگذره و سه شنبه صبح نفر بعدی که یه ایمیلی از طرف جانی دریافت میکنه، رئیس جانی توی محل کارشه که سر صبح با این ایمیل جانی مواجه میشه که آقا من میخوام استعفا بدم، من مسیر زندگیم عوض شده، با یه خانومی آشنا شدم و کلا نیستم دیگه. اینو نمیدونم دیگه، اینم منطقی بوده از جانی چون دیگه خیلی عجیب غریب. ببین خالد جالبیش اینجاست که رئیسم اصلا نه مقاومتی میکنه نه سوالی میپرسه و در جا جواب جانی رو میده و میگه که خب اوکی بیا فقط فیش حقوقی تو کجا واسط بفرستم. و اینم خیلی جالب، یعنی ببین متاسفانه روابط اجتماعی جانی انقدر پایین بوده، یکم یه دیل این وسط دیگه که خیلی پیگیر داستانه واقعا نمیشه، یعنی معرفت حالا توی دیل واقعا بیداد میکنه این آدم. خلاصه که رئیسش هم بهش میگه که اوکی فقط به من بگو فیش آخرتو واسط کجا بفرستم، و باز هم جوابی از جانی دریافت نمیکنه. حالا بعد از این استعفایی هم که جانی میده، از اون روز به بعد شروع میکنه توی فضای مجازی و فیسبوک هی پست گذاشتن و عکس پروفایل عوض کردن و فعال شدن، چیزی که باز هم عجیب بود. جانی انقدر فعال نبود توی فضای مجازی و فیسبوک که اون موقع خیلی رو بورس بودش. نه عکس شیر میکرد یا عکس از خودش میکرد؟ عکس پروفایلش رو عوض کرده بود دیگه، یه عکس پروفایل از خودش گذاشته بود، بعد لوکیشنش رو عوض کرده بود که آقا مثلا من کاستاریکا هستم و این حرفا. رفیقاش که فعالیت جانی رو میبینن اکثرشون اینجوری هن که خب اوکی، حالا دیلم زیادی نگران شده بود و جانی اوکی و واقعا رفته کاستاریکا و مثلا این دختر چه نقشی تو زندگی این آدم داشته که اینقدر تغییرش داده. علاوه بر همه اینا متوجه میشن که جانی پروفایل خودش توی سایت پلنتی آف فیش رو هم پاک کرده
و واکنش اولیه‌ای که همه نسبت به این داستان داشتن اینه که خب پس این دوتا رابطهشون انقدر جدی شده که دیگه مثلا تو این سایت‌های دوستیابی هم نمیخوان فعالیتشون رو ادامه بدن و دیگه انگاری مثلا سولمیت هم دیگه شدن و دیگه پیدا کردن راه و مسیر زندگیشون رو و یه رابطه کاملا جدی شروع شده. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که تا این روزها هیچ کسی تماس مستقیمی با جانی نداشتش به صورت لایف، همش از طریق ایمیل بوده و فضای مجازی و اون مثلا کارهایی که تو فضای مجازی انجام میداد مثل همین پاک کردن پروفایلش، نمیدونم آپدیت عکسش و این حرفا، کسی صدای جانی رو نشنیده بودش، باهاش صحبت نکرده بود و این قضیه رو مخ دیل بود. حالا دیگه چهارشنبه شده و 5 روز از اون روز قرار ملاقات جانی و جن گذشته، هیچ خبری از جانی نیست، خبر واقعی، و دیل اینجوریه که دیگه آقا من دیگه نمیکشم. اینجا یه داستانی وجود داره، پا میشه میره ایستگاه پلیس دوباره و بهشون میگه آقا چرا حرف منو نمیشنوید؟ یه مشکلی اینجا وجود داره، جانی مفقود شده، جانی گم شده، هیچ خبری از جانی نیستش، بیایید به من به عنوان رفیقش اعتماد بکنید و یه پرونده حداقل برای جانی تشکیل بدید. باز هم پلیس مقاومت میکنه ولی این بار دیل بیخیال نمیشه و ببین کاملا چک و چونه میزنه برای اینکه این گزارش مفقودی رد بشه. پلیس هم میگه اوکی، ولی این اوکی که داره پلیس میگه کاملا برای بسته شدن دهن دیل بود، چون دیل گفته بود من بیخیال نمیشم، از اینجا بیرون نمیرم تا یه مأمور رو شما اوکی نکنید، و پلیس دیگه وقتی میبینه اینجوریه میگه اوکی ما فلان مأمور رو میفرستیم که بره سراغ جانی. یعنی پیچوندنش عملا پیچوندنش. این خیلی عجیب هم هست، ما همچین چیزی رو توی پرونده ها معمولا از پلیس های آمریکا و کانادا و غیر از اینجا نمیبینیم. آره. ولی اینجا یه همچین داستانی پیش اومدش. دیل منتظر مأمور بود، مأمور نیومد و اینجا دیگه دیل خیلی کلافه میشه، به دو تا از دوستاش میگه که آقا من با پلیس تمام تلاشمو کردم که مثلا ارتباط بگیرم اونا رو بیارم، اونا نمیان، وقتش دیگه خودمون دست به کار بشیم. و اینجا دیل و دو تا از دوستاش دیگه به اصطلاح کارو دست میگیرن. اونا میرن سمت خونه جانی و از یکی از پنجراش که قفل نشده بود وارد خونه میشن و شروع میکنن به گشتن خونه. اینو هم بهت بگم که حرف اصلی پلیس به دیل این بودش که ببین ما نیاز داریم مدرک داشته باشیم، مدرک فیزیکی و محکم برای اینکه آقا بخوایم راجع به مفقود شدن یک آدم گزارش تهیه بکنیم. دیل هم هدف اصلیش این بود که وارد خونه بشه و یک مدرک درست حسابی پیدا بکنه تا به پلیس بده و پلیس به قضیه رو بگیره. دیل و رفیقاش که وارد خونه میشن اصلا این وایب بهشون دست نمیده که آقا این خونه کسیه که میخواد یه سفر طولانی مدت 3 ماهه داشته باشه. ظرفای نشسته بودش توی سینک، ساکای مسافرتی جانی همشون خالی و سر جاشون بودش، و از همه مهمتر پاسپورتش هم توی خونه بود. دیل به محض اینکه پاسپورت جانی رو توی خونه دید گفتش که این دقیقاً همون چیزیه که نیاز دارم تا پلیس رو متقاعد کنم که آقا این جانی ما سفر نکرده و اون چیزی که به نظر میرسه داستان نیست. اما بازم برای اینکه کار از محکمکاری عیب نکنه دوباره یه سرپا میشه میره گاراژ رو چک کنه که اون موتورا رو ببینه، چون میدونست که جانی چقدر روی موتوراش حساسه و اگر جانی برگشته بود یه سر خونه حتی یه دستمالی کشیده بود اون کاور رو میکشید روی موتورا، ولی هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاده بود و دیل مطمئن بود که جانی سفر نیست، یا حداقل به دلخواه خودش سفر نرفته. دیل زنگ میزنه به پلیس و براشون داستان رو توضیح میده و بالاخره پلیس قبول میکنه که گزارش مفقودی جانی رو 1 هفته بعد از قرار ملاقات جانی و جن بالاخره رد بکنه. از اینجا به بعد به صورت رسمی پلیس کارش رو شروع میکنه. جستجو برای جانی شروع میشه، ولی همچنان پلیس با این دیدگاه میره جلو که جانی یه مرد بالغ 38 ساله هستش، با یه دختری قرار گذاشته و سناریوی احتمالی همینه، فقط ما باید پیدا بکنیم که الان جانی دقیقا کجاست و چرا مثلا یه هوی رفته و جواب دوستاشو اینجوری داره میده. خلاصه پلیس اولین کاری که انجام میده اینه که بر اساس همون ایمیلی که به دیل داده بود که آقا من دارم میرم کاستاریکا و این حرفا، برن تک تک فرودگاه ها رو چک کنن، هر جایی که کلن یک مسافری که همچین مقصدی داره میتونه بره رو پلیس چک میکنه. حتی لباس فروشی های داخل کاستاریکا رو رفته بودن چک کرده بودن، چون که
جانی همونطور که بهت گفتم از هوای شرجی و گرمی بدش میومده، پیرن هاوایی مثلا نداشته و اینا گفته بودن آقا کسی که میره کاستاریکا بخواد بره لب ساحل احتمالاً آره دیگه اجرای تم اونجا دیگه پیرن هاوایی باید بخره و رفته بودن حتی دوربینای لباس فروشیای کاستاریکا هم چک کرده بودن و هیچ اثری از جانی نبود. حالا خیلی تعدادشون زیاده، خوب چک کردم. میگم پلیس شروع نکرد و آره پر شروع کردش، رفتش تک تک مثلا لباس فروشی های اونجا رو چک کرد. اینجا وقتی پلیس هیچ ردی از جانی پیدا نمیکنه، نه توی فرودگاه نه توی جاهایی که مثلا میتونسته باشه برای این سفر، اینا خب یه ذره قضیه رو جدیتر میگیرن و شروع میکنن به تماس گرفتن با تک تک آدمایی که با جانی در ارتباط بودن، یعنی از دوست و آشنا و فامیل و همه اینو بگیر تا همکار و هر کسی که میتونه با جانی ارتباط داشته باشه. با تک تکشون صحبت میکنن، یک سریاشون یه سری ایمیل از جانی گرفته بودن، ولی پلیس متوجه میشه که آخرین باری که کسی با جانی صحبت کرد، یعنی صدای جانی رو پشت تلفن حداقل شنید، همون روزی بودش که قبل از قرارش با جن با دیل صحبت کرده بود. آفرین، که اونم حتما میشه همون صحبتش با دیل. 10 اکتبر، یعنی همون روزی که با همدیگه اون قرار رو داشتن. اینجا دیگه پلیس کم کم با دیل یه ذره همفاز میشه و متوجه میشن که آقا داستان یه ذره آره خیلی جدی تر از این حرفه و نگرانی دیل منطقی بوده کاملا. حالا که پلیس به این آگاهی بالاخره رسید که داستان چقدر جدیه و متوجه شدن که آخرین بار همون 10 اکتبر قبل از قرار ملاقات با جن از جانی خبر واقعی شده بودش، اینا میگن خب اوکی آقا ما بریم آخرین جایی که جانی قرار بودش اونجا باشه و از اونجا به بعد ناپدید شده. و توی همین صحبت‌ها با دیل بود که تازه پلیس متوجه میشه. پلیس به دیل میگه که آقا ما رو ببر خونه جن، با ترجمه اینکه خب برای دیل فرستاده بود آدرسو دیگه، و دیل میگه آقا اصلا دقیقاً داستان همینه، این دختره که با جانی قرار گذاشته نیومده مثلا یه پلاک و خیابون و اینجور چیزا بده، آدرس یه گاراژ و اونم با 1000 تا پیچ و خم داده که مثلا جانی بهش گفته، جانی به دیل توضیح داده که آره ما میریم گاراژ و از گاراژ جن منو میبره خونه‌شون. پلیس هم میگه اوکی پس ما بریم سمت همون گاراژه دیگه. پلیس با دیل پا میشن میرن سمت اون گاراژ. اونجا هم یه دونه گاراژی بوده که مثلا دو تا کرکره داشته از این رولیا، خب مثلا اینجوری میره بالا، حالا عکسش هم میذارم. و خلاصه یه گاراژ خیلی تیپیکال بوده، این گاراژ چسبیده بوده به یه خونه و جفتشون برای اجاره بودن و ولی مستاجرشون متفاوت بوده، یعنی هر یکی خونه رو اجاره کرده بود، یکی هم گاراژ رو اجاره کرده بود. پلیس شروع میکنه محله رو هم گشتن، اطراف اون گاراژ رو هم گشتن، هویت اون مستاجرای خونه و گاراژ رو میپرسه، ولی نه توی محل نه این دوتا مکان خاص هیچ کدوم کسی به نام جن اونجا نبوده. یکم منطقی بود، راستش حدس میزدم. آره قابل حدس بود واقعا، با تعجب این همه داستانه عجیب و غریبی که ما تا اینجا از جانی شنیدیم و نگرانی دیل، واقعا قابل حدس بودش که جنی وجود نداشته باشه. پلیس یکم پرسجو میکنه که آقا این گاراژ برای کیه، و متوجه میشن که آقا کسی که توی این گاراژ مستاجر هستش یه آقایی به نام مایک تویچل. اون کسی هم که ازش آمار مایک تویچل رو گرفته بودن بهشون گفته بودش که آره یه آقای بیازاریه که توی این لوکیشن فیلم برداری انجام میده، و خب شماره تلفنش رو میگیرن، زنگ میزنن به مایک و ازش یه سری سوال و جواب مثلا خیلی ساده میپرسن که آقا شخصی به نام جن تاله مثلا به گوشت خورده که مثلا میگه نه، بعد میگه مثلا تو این گاراژ چیکار میکنی، میگه من فیلمسازی انجام میدم، بعد میگه که آقا مثلا یه همچین آدمی با همچین مشخصات ظاهری این طرفا ندیدی، و میگه نه. در کل پلیس سوالایی رو از مایک تویچل میپرسه که احتمالاً الان تو ذهن هممون وجود داره دیگه، که آقا مثلا خبری نداری و این حرفا، ولی خیلی هم انگولک نمیکنن مایک رو. پلیس این چیزا رو داشته پشت تلفن از مایک میپرسیده و مایک خیلی کول برخورد میکنه. پلیس هم که میبینه مایک خیلی داره همکاری میکنه و خیلی کول برخورد میکنه، میگه آقا دمت گرم، حالا اوکی هم هستی مثلا یه دقیقه یه سر تا اینجا بیای در گاراژ هم برام باز بکنی؟ و مایک هم میگه چرا که نه، حتما الان میام، و میره واقعا و در گاراژ رو برای پلیس هم باز میکنه. حالا اینجا یه اتفاق جالبی میفته، مایک میاد که در گاراژ رو واکنه، یهو اشاره میکنه به قفل، میگه که صبر کن ببینم این قفلی که روی در گاراژ هستش برای من نیستش، من قفل در گاراژم این شکلی نبوده. و پلیس هم خب همونجا تعجب میکنه
و بهش میگن که خب حالا اوکی، حالا هر کسی هم اومده این قفله رو اینجا گذاشته، خیلی قفله خفن و خاصی نذاشته، ما اجازه داریم که این قفله رو بشکونیم. و مایک باز هم همکاری میکنه و قفله در رو میشکنن و وارد گاراژ میشن. خلاصه در گاراژ رو باز میکنن و اولین چیزی که توجهشون رو جلب میکنه یه بوی خیلی بدیه، یه بوی شبیه روغن سوخته یا کلن یه چیزی که سوخته شده انگاری و مونده اونجا. دومین چیزی که توی گاراژ توجه پلیس رو جلب میکنه هم یه میز استیل نسبتاً بزرگه که ما همچین چیزی رو معمولاً توی مثلا یه قصابی میبینیم یا مثلا توی کشتارگاه ها میبینیم، میز استیل. میدونی مثلا میز چوبی اوکیه، ولی میز استیل بزرگ رو بخوای توی گاراژ بذاری توجه آدم رو جلب میکنه. روی اون میز هم یه رسید خرید بوده که آیتمایی که داخل این رسید بوده همه مربوط به تمیزکاری بوده و مثلا چه میدونم مایه‌های شوینده و خوشبو کننده و این جور حرفا. اکستر حالا تازه مونده. یه چیزای عادی تمیزکاری بود یا نه مثلا تابلو بود، تریپ بریکینگ بدی بودش چیزایی که خریده بود؟ ببین اتفاقا چیزایی که خرید کرده خیلی هم مهمه، به خاطر اینکه مثلا ببین دستمال کاغذی وجود داره، دستکش پلاستیکی وجود داره، کلی پلاستیک وجود داره توی این لیست خریدا و مواد شوینده. خب همه اینا حالا در ادامه داستان معنی پیدا میکنند. خب حالا قاعدتا این وسایلی که لیست خریدشون وجود داشت خیلی توجیه منطقی نداره که توی یه دونه گاراژ به صورت رندوم وجود داشته باشه دیگه، برای پلیس هم یه مقدار عجیب بود و از مایک هم میپرسن. مایک هم خیلی دوباره کول براشون توضیح میده که آقا من اینجا دارم فیلم برداری میکنم، دارم یک فیلمی میسازم که اتفاقا فیلم ترسناکه و توش اتفاقا خیلی خون و خونریزی وجود داره که البته خون مصنوعیه. مرسی. آره خون مصنوعیه، خون واقعی نیستش برای فیلم سازی. و براشون دوباره توضیح میده که آقا مثلا این خون مصنوعی با سیروپ ذرت درست میشه به همراه رنگ مصنوعی، این دوتا رو ما باید با همدیگه قاطی بکنیم، یه چیز کاملا معموله توی صنعت فیلم سازی و من باید اینا رو بشورم چون اگه نشورم حشرات اونجا جمع میشن، بوی بدی میگیره. آره یعنی یه توجیه کاملا منطقی داشته. دو ساعت توضیح میده خون چجوری ما میسازیم. نه خون شده یه جورایی داشته کل اون ستاپ و چیزایی که برای پلیس هم مشکوک بود و واقعا آره توجیه کردم، توجیهش هم انصافا منطقی بودش با توجه به چیزایی که اونجا وجود داشت. جدا از اون بوی بد و اون میام اون رسید خریدی که روی اون میز استیل وجود داشت، دیگه چیز مشکوک خاصی وجود نداشت، مخصوصا اینکه حالا دیگه پلیس میدونست که آقا اینجا یه محل برای یک فیلم برداری یک فیلم ترسناک، یعنی همین این لیبلی که روی اون گاراژ خورده بودش باعث میشد که خیلی وجود خیلی چیزا توی اون گاراژ توجیه بشه برای پلیس. با این حال ولی پلیس با وجود اینکه دیگه چیز مشکوک خاصی رو هم ندید، با توجه به اینکه اون مکان مهمی بوده به عنوان آخرین جایی که جانی آلتینگر اونجا دیده شده بود، از مایک خواهش میکنه که اگر ممکنه باشون بیاد به ایستگاه پلیس و این حرفا و چیزایی که راجع به اون مکان داره میگه رو بنویسه و اینا رو مستند بکنه. پلیس خیلی کول بوده، مایک هم خیلی کول بوده. این یک بخشی از روال این پرونده بود دیگه در واقع، یعنی میگفتن که آقا ما وقتی اینجا رو اومدیم چک کردیم باید یه سری چیزای مستند هم داشته باشیم که خیلی خوشحال میشیم اگر تو با ما همکاری بکنی. و با وجود اینکه اون موقعی که این اتفاقا داشته میافتاده ساعت 3 نصف شب بوده، مایک باز هم کاملا همکاری میکنه، خیلی اوکی برخورد میکنه با پلیس، باشون پا میشه میره اونجا. پر انرژی میام ساعت 3 نصف شب بوده، طرف کاملا مهربون بوده، پر انرژی بوده، رو در روی پلیس بازجو میشینه، همه این سوالا دوباره پرسیده میشه، ضبط میشه، نوشته میشه. و مایک انقدر میگم مثلا ساعت 6 صبح تا 6 صبح طول کشیده این داستان و مایک انقدر اوکی بوده که شروع میکنه اصلا راجع به این کارش برای پلیس تعریف کردن که آقا من دقیقاً دارم اینجا چیکار میکنم، راجع به فیلم سازیش و نحوه درآمدزاییش از این داستان صحبت میکنه که مثلا داشته یه دونه فیلم به اسم فن مید میگن برای استار وارز میساخته، چون خیلی دیگه این آدم عاشق سینما هم بوده، دیوونه استار وارز هم بوده و داشته یه دونه فیلم فن مید هم برای استار وارز هم مثلا میساخته در طول دوران ها. یعنی مثلا چند تا قسمت داشته و هر سری این رو توی ایبی مثلا میذاشته برای فروش واسه اون کسایی که دیگه خیلی استار وارز رو دوست دارن. اینجوری درآمدزایی می‌کنه. آره دیگه ببین هر از طریق ایبی درآمدزایی می‌کرده. ببین مثلا فیلمساز چیزی نبوده، کانتنت درست می‌کرده،
برده فروشی میکرد. آره آره آماتور بود دیگه. آره آماتور بود، ولی با این حال، با این حال این آدم علاوه بر فیلمای حالا فن میدی که برای استار وارز میساخته، واسه فیلمایی که خودش سناریو تعریف میکرده و فیلم نامشو مینوشته اسپانسر میگرفته و میگفته اکثر درآمد من و یعنی بخش عمده ای از درآمد من رو اون اسپانسرایی که من برای فیلمام جذب میکنم برای من تامین میکنم. توی همین جلسه پرسوجو راجع به خانواده‌اش هم ازش سوال میپرسن. مایک توچل یه همسری داشته به همراه یک دختر بچه 8 ماهه به نام کلوی، اسم همسرش هم فکر کنم جس بودش، فکر نمیکنم، مطمئن هستم که جس بودش. و کلا هم پلیس میدونی مایک آدم اوکی به نظر میرسید حداقل، و هیچ چیز مشکوکی راجع به این آدم نمیدیدن. اگر چیز مشکوکی هم قرار باشه مثلا وجود داشته باشه، همینه که آقا این آدم چرا پر انرژیه با وجود اینکه مثلا اومده ایستگاه پلیس و بدون هیچ استرسی و این حرفا، و یه جوری دیگه اصلا مظنون حساب نمیشد مایک. با این حال پلیس همون مدت زمانی که مایک داخل ایستگاه پلیس بودش، یک بار دیگه فیلم ضبط شده اون مصاحبه‌ای که با پلیس که ازش پرسیده و پرسجو کرده رو میشینن میبینن. یعنی مثلا مایک صحبتش با پلیس تموم شده، از اتاق بازجویی اومده بیرون، یکی دوباره میشینه اون فیلمو میبینه که از روی بادی لنگویجش ببینن میتونن چیزی پیدا بکنن، از روی تون صداش، یه موقع لرزش صداش میتونن علامت مثلا استرس یا مثلا دروغ گفتن رو بگیرن که هیچ چیزی پیدا نمیشه و این آدم سفید بوده کاملا. The guy who's missing. Yeah. Shows up to my garage. Right. خلاصه که بعد از چند ساعت بازجویی، اونم میگم 3:30 تا 6 صبح، از مایک تشکر میکنن بابت همکاری که داشته و ازش عذرخواهی میکنن بابت اینکه این همه زمانش رو گرفتن و میذارن بره. مارک از اونجا میره بیرون، ولی پلیس همچنان مارک حاجی من دارم میگم مایک، فکر کنم گفتی مایک، من مارک مارک من انگاهی دو تا اس شبیه همن قاطی دارم میگم مارک. آقا اگه موقعی گفتم مایک، بدونید که من دارم راجع به مایک صحبت میکنم. مارک از اونجا میره بیرون، بذار حالا داستانو گم نکنیم. مارک از ایستگاه پلیس میره بیرون، بعد از که پلیس ازش تشکر میکنه، خیلی هم آدم سفیدی بودا، ولی پلیس یه چیزی توی ذهنش بوده که خیلی آمور سفیدی بود. با وجود این که مارک به شدت میگم مظنون دیگه نبودش برای پلیس و هیچ شکی بهش نداشتن و خیلی هم همکاری کرد انصافاً با پلیس، ولی باز یه چیزی توی ذهن پلیس بود که اصلا نمیتونستن از ذهنشون بیرون بکشن، و اونم این بودش که آقا چقدر احتمالش وجود داره که جانی آلتینگر دقیقاً همون جایی آخرین بار دیده بشه که یک گاراژی بوده که طرف داشته فیلم برداری یه فیلم ترسناکی میکرده که از قضا توش هم پر خون خونریزی بوده. یعنی میدونی طرف اوکی بوده، ولی داستانه انگاری نمیخورد به این قضیه. اصلا چرا جم باید بگه بریم اونجا؟ یا اصلا آفرین، چرا اون باید بگه دقیقا بریم داخل اون گاراژه و از اونجا بخوایم بریم؟ ببین این میتونست یه اتفاق باشه، ولی از اینجا به بعد داستان ما متوجه میشیم که این فقط یکی از اون اتفاقاییه که تهش به اسم مارک توچل ختم میشه. اما اون فیلمی که مارک توچل ساخته بودش، اون فیلم ترسناکی که پر از خون و خونریزی بوده، راجع به یه قاتل سریالی بوده، اونم نه هر قاتل سریالی، یه قاتل سریالی که پلیس بوده و آدم بدا رو میکشته و قبلش هم شکنجهش رو میداده. خود دکستر یعنی قشنگ آره دیگه، یعنی اولین چیزی که به ذهنت میرسه دکستره. دکستر هم فکرم دو تا سیزن 2008 گفتی بود. آره دیگه، این اتفاق سال 2008 افتاده بود، دکستر سال 2006 اگه اشتباه نکنم یه شروع شدش. چقدر هم خوب بوده. آره حالا بگو. حالا جالب اینجاست که خود مارک هم شدیداً فن دکستر بوده، کتابشو از قبل داشته خونده بودش، پوستراشو توی اتاقش داشته، و فیلم کوتاهی هم که داشته میساخته یک کپی بوده از همون داستان دکستر که یک سری تغییرات جزئی توش داشته، و این تغییرات جزئی خیلی توی روند این پرونده تأثیر گذارن. شخصیت اصلی داستان مارک توچل یه افسر پلیس بوده همونطوری که گفتم، که میفته دنبال آدم بدا، و حالا اون تاچ اختصاصی مارک توچل توی
فیلم کوتاهش اینجا اون تفاوت ریز این که علاوه بر اون آدم بدایی که میکشته این طرف میرفته اون شوهرای خیانتکاری هم که به زناشون وفادار نبودن رو هم میکشته. حالا حتی بزن شخصیت قاتل داستان مارک تویچل توی این فیلم کوتاه چجوری میرفته این شوهرای خیانتکار رو میکشونده توی اون مکانی که بخواد بکشدشون. چه تاجی سایت دوستیابی، سایت دوستیابی، یعنی قشنگ این داستانی که مارک تویچل نوشته بودش راجع به یه نفری بودش که دقیقاً میره پروفایل فیک توی سایت دوستیابی مثلا میزنه، یه عکس یه خانوم خیلی سکسی و خفن و جذابی و میذاره روی پروفایلش، بعد اون طرف رو اقوا میکرده میآوردش توی مکانی مثل گاراژ با هودی و ماسک. اینا همه چیزایی که توی اون فیلمه بوده، آره دیگه، اینا همه اتفاقایی که توی فیلمه میفته. یه نفر با هودی و ماسک میفته به جونشون و اونا رو میکشه. تازه کشتن ساده هم نه ها، شکنجه میکرده، بعضی ها اصلا بدنشون رو تیکه تیکه میکرده. و خیلی جالبه که قبل از اینکه اینا رو بکشه توی این فیلمه، بازم میگم توی فیلم کوتاهی که مایک ساخته بودش این اتفاق میفته، این شخصیت قاتل میره یوزرنیم و پسورد اون قربانی رو میگیره، اطلاعات بانکیشون هم میگیره. گرفتی چی شد دیگه؟ اینا همه سناریویی بودش که توی فیلم مارک اتفاق میفته و شخصیت قاتل همیشه اینجوری قصر در میره که با استفاده از اطلاعات کاربری که به زور با شکنجه و قبل از کشتن قربانی ازشون به زور گرفته، میرفته به دوستا و خانوادهشون اطلاع میده که آقا من رفتم سفر. حالا ببین قضیه مثل اینسپشن میمونه، یه خواب توی خواب. شخصیت اصلی داستان مارک تویچل که قاتل این داستان هستش، افسر پلیس بودش، علاوه بر افسر پلیس بودن توی این فیلم کوتاه در حال نوشتن یک فیلم نامه بوده در رابطه با یک قاتل سریالی، و برای اینکه فیلم نامش رو هم تکمیل بکنه از قربانیای واقعی استفاده می‌کرده. یعنی اینجای فیلمو که دیگه پلیس داشته میدیده نمیدونسته که این الان یه فیلم تخیلی و زاده ذهن مریض یک نویسنده است یا خاطره است عملاً. یعنی قشنگ طرف داره خاطرات خودش رو در قالب یک فیلم پخش میکنه. میبینی خیلی همه چی داره به همدیگه جور در میاد دیگه. و بازم یادمون نره مارک کسی بودش که تو تمام طول پروسه این پرونده کاملا آره دا پلیس داره همکاری میکنه و خیلی هم کوله بدون هیچ استرسی حال میکنه، انگار اصلا میره پلیس. دقیقاً دیگه پلیس وقتی این فیلمه رو میبینه متوجه میشن که آقا باید هر چه سریعتر بفهمن آقا سرنوشت جانی چی شده. و خب پلیس هیچ لید دیگه ای هم، هیچ سرنخ دیگه ای هم نداشته راجع به جانی بجز اون گاراژ. در نتیجه تصمیم میگیرن که آقا دوباره برن سمت اون گاراژ و اونجا رو این دفعه با حکم تفتیش برن جستجو بکنن. ولی وقتی که از قاضی درخواست حکم میکنن، قاضی رد میکنه و بهشون نمیده. چرا؟ خب صحنه جرم میتونسته باشه دیگه. ببین دلیل اصلیش اینه که قاضی، خب میگم ما با این قضیه توی پرونده‌های جنایی هم زیاد برخورد کردیم، قاضی میگه آقا شما مدرکی ندارید برای اینکه اونجا جرمی اتفاق افتاده، شما یک فیلم دیدید و من بر اساس این فیلم نمیتونم بگم اونجا جرمی اتفاق افتاده، اینا صرفاً حدس و گمانای شماه و من برای اینکه بخوام حکم بدم نیاز به مدرک درست حسابی و فیزیکی نیاز دارم. و خب پلیس با توجه به اینکه دیگه خب خیلی شک کرده بودن و میبینن که قاضی اجازه نمیده، یه استراتژی دیگه ای رو در پیش میگیرن. به اصطلاح اونا با توجه به اینکه دیده بودن مارک خیلی آدم کول و همکاری بکنی هستش، تصمیم میگیرن که زنگ بزنن به مارک و از خودش اجازه بگیرن که آقا ما میخوایم یک بار دیگه بیایم اون گاراژ رو چک کنیم. خلاصه زنگ میزنن به مارک، از مارک درخواست میکنن که آقا ما بیایم اونجا رو یه بار دیگه چک کنیم، و در کمال ناباوری مارک میگه که آقا اوکیه، هیچ مشکلی نداره، بیایید. ولی قبل از اینکه گوشی رو قطع بکنه میگه ولی من باید بهتون بگم که یک سری اتفاقات عجیب و غریبی افتاده این مدت برای من. مارک توضیح میده که اولا ماشینش رو دزد زده و از توش یه سری نمیدونم کاغذ و پول و عینک دودی و اینجور چیزا رو دزدیدن. از اون طرف هم وقتی برگشته سمت خونهش دیده خونه قفل نیست درش، در صورتی که باید قفل میبود. و درسته که داخل خونه جای چیزی عوض نشده و چیزی دزدیده نشده، ولی احساس ناامنی میکرد. این احساس ناامنی هم که میگه میکرد بیشتر به خاطر اینه که توی خونه داشته با زن و بچهش زندگی میکرده و یه جوری میخواسته بگه که من نگران اونا شدم بیشتر. ولی مارک در ادامه میگه که ببینید این عجیب ترین چیزی نیستش که برام اتفاق افتاده،
عجیب ترین داستان اینه که آقا من چند شب پیش رفتم پمپ بنزین و وقتی تو ماشین نشسته بودم یه نفر میاد شیشه ماشین منو میزنه و میگه داداش ماشین نمیخوای، بعد یهویی میان همینجوری یهویی فکر کنم مثلا داری تو ماشین، آره تو ماشین نشستی میزنه، آره خیلی یهویی میاد میگه که آقا ماشین نمیخوای. بعد تازه علی اینم بهت بگم، نه هر ماشینی، یه مزدا هاچبک قرمز دقیقاً همون ماشینی که جانی آلتینگر باهاش رفته بود سر قرار با جن. و حتی داستان از اینم تخیلی تر میشه. مارک توضیح میده که طرف بهش میاد میگه که آقا دلیل اصلی که من میخوام ماشینم رو بفروشم اینه که با یه خانومی آشنا شدم که قراره با این خانوم ما یه مسافرت طولانی مدتی به مدت 2-3 ماه داشته باشیم و بهم قول داده که وقتی برگردیم یه دونه بهترش رو برام میخره. خلاصه منم الان چون خیلی عجله دارم و خولم، ماشین من اگه بخوای میتونه مال تو باشه. خب خیلی عجیبه دیگه. بعد حالا ببین داستان هی داره عجیبتر و عجیبتر میشه اینجا. بعد مارک هم میگه که خب ببین من 40 دلار بیشتر تو کیف پولم نیست. طرف هم میگه اوکی عالیه حاجی، مزدای هاچبک قرمز تو اصلا بگو 200 تا کار کرد، 500 تا کار کرد، 40 دلار مفت. خلاصه مارک همه اینا رو پشت تلفن برای پلیس توضیح میده و پلیس اصلا انتظار این اطلاعات رو نداشت، اونا واسه یه چیز دیگه میخواستن برن. و پلیس ببین اینجا پشماش ریخته کاملا، ولی خب میگن که حالا اوکیه این داستانی که داری تعریف میکنی، ما خودمونم یه سری سوالا داریم ازت، اگر ممکنه میتونی بیای ایستگاه پلیس که با هم دیگه صحبت بکنیم راجبش. و مارک میگه آره چرا که نه و میره. باز هم مارک کاملا همکاری میکنه و میره پیش پلیس. وقتی وارد ایستگاه پلیس میشه، پلیس ازش میخواد که ببین این داستان مزدایی که تعریف کردی رو اگه ممکنه برامون بنویس. و اونم نمیذاره، اون هم همکاری میکنه و 8 صفحه پر میکنه که توش علاوه بر داستان مزدا، اون داستان ماشینش که دزدی میشه ازش و خونش که احساس ناامنی میکنه و همه این چیزها رو کامل واسه شون مینویسه. حالا من اینجا بهتون بگم، شاید واسه تون واقعا سوال پیش بیاد، پلیسایی که تو این پرونده هستن احمق نیستن و اونا کاملا متوجه هستن که چه اتفاقی داره میفته و قشنگ پراشون ریخته که طرف چجوری داره این اطلاعاتو به ما میده و همکاری هم داره با ما میکنه. دیگه اینجای داستان مزنون اصلی این پرونده و اون حلقه مفقوده این پرونده به اصطلاح شده بود مارک تویچر. و پلیس شروع میکنه به فشار آوردن به مارک، بهش میگه که ببین ما میدونیم که تو توی ناپدید شدن جانی یک نقشی داری و تلاش میکنه که ازش یک اعترافی بگیر. There's absolutely no doubt in my mind that you're involved in the disappearance of John Altinger. No doubt in my mind at all, Mark. Why? ساعت‌ها ادامه میدن به بازجویی ولی خب هیچی از مارک بیرون نمیاد، یعنی هیچ چیزی که به درد پلیس بخوره که بتونن به نام اعتراف ازش استفاده بکنن مارک هیچی نمیگه. پلیس ببین خیلی خسته شده اینجا و یه جورایی شبیه پرنده کیوسی چدویک شده. اینا میدونن که آقا مظنون اصلی همین آدمه و این پرونده به دست همین آدم حل میشه، ولی خب مدرک ندارن که بتونن ثابت بکنن و مجبورن که ولش کنن بره، در صورتی که خیلی ترس اینو داشتن که حالا که به مارک فشار آوردن و مارک حرفی نزده اگه ولش کنن شاید بخواد بره. آره دیگه بپیچه بره. برای همین اجازه میدن که بره ولی یه سری مامور رو 24/7 بالا سر این قضیه میذارن که اونو تحت نظر داشته باشن. بعد از همین بازجویی هم پلیس خونه و ماشین مارک تویچل رو کامل میگرده. و ببین این که پلیس وارد خونه مارک میخواد بشه اینجای داستان، مثل این میمونه که در مغز مارک رو وا بکنن و وارد مغزش بشن، چون این خونه در و دیوارش و هر جایی که نگاه بکنی یه المانی توش وجود داره. داخل خونه مارک پر بوده از وسایل مربوط به استار وارز، نمیدونم پوستر، فیلم، کتاب و مخصوصا قاتلای سریالی. این آدم علاقه عجیب و غریبی به قاتلای سریالی و دکستر داشته.
حتی یه جورایی هم شبیه همین جای دیگه. اینجا ما داریم همه ستار وارز رو داریم، کار اونم که قاتلای سریالیه و کسی چه میدونه. نه ما قاتل نشته جی. پس فردا اینو علیه ما استفاده نکنن. نه همین دیگه داشتم به همین فکر میکردم، داشتم سوتی میدادم. کاری نم، خلاصه که یه جورایی آره طرف درارم. حالا لابلای اون همه فیلم و سریال و پوستر و کتاب مربوط به دکستر و ستار وارز و قاتلای سریالی، یه سری چیزا بودش که خیلی توجه پلیس رو جلب کرد. یکیش کتابای مربوط به علم کالبد چکافی بودش و از اون خفن‌تر کلی کتاب راجع به راهنمای سفر به کاستاریکا پیدا کردن که لابلای اون کتاب پر کارت پستال بودش از کاستاریکا. مدبین نباشه الله داشت شهرم خودش. من همون ببینید تو اصلا بگو اینم اتفاقی. خب پسر یه ماسک خیلی خوفناک توی اون خونه بوده، ماسک هاکی، که ماسک فکش کنده شده. حالا عکسش هم میذارم ببینید، سه تا خط طلایی هم روی این ماسک هستش و دو تا لکه خون روشه. علی این دیگه اتفاقی نمیتونه باشه. یعنی ما تا اینجای داستان میگیم همه چی اتفاقی، حتی اون ماشینم 40 دلار اومده انقدر خوششانس بوده گرفته، ولی دیگه پلیس داره میبینه که آقا روی یه ماسک که اینقدر خوفناک هستش لابلای این وسایل ماسک دو تا لکه خون هم داره. خب حالا این ماسک با اون دو تا لکه خون به کنار بازگافی برگ ریزون بوده، چیزی که پلیس توی صندوق عقب ماشین مارک پیدا میکنه توی خونش، اونو دیگه مثلا نمیدونم چی بگم. پلیس کلی چیز میزای بی ربط میبینه، ولی یه برگه کاغذ میبینه اونجا که حسابی توجهش رو جلب میکنه و خیلی هم تاثیرگذار بوده توی داستان. یه تودو لیسته که حالا براتون میخونم. توی این لیسته نوشته که گوشی رو در حالت روشن بفرست بره، تمام محتویات کیف پول رو نابود کن، از وایفای عمومی برای ایمیل دادن استفاده کن و اتاق قتل رو کامل تمیز کن. حالا اتاق قتل رو کامل تمیز کن که کلا خودش یه داستانه، اینو باید قشنگ توضیح بدم براتون، ولی توی اون شرایط بذارید بهتون میگم که همونجا اون صندوق عقب ماشین هم یه جای خیلی بزرگ خون بودش که قشنگ به خورده دیگه کف صندوق رفته بود، یعنی مشخص بود که اینجا حسابی خون و خونریزی به پا بود. توی صندوق یه دونه چاقوی استیک بوده که هنوز روش رد خون بودش، یه کوله پشتی بوده که توی اونجا توی اون کوله پشتی هم یه دونه چاقوی نظامی بود که اونم خونی بوده. میبینی الان ببین کلی ما مدرک فیزیکی داریم خب که هر کدومشون به خودی خود کافی به نظر میرسن، ولی لعنتی ترین چیزی که توی اون صندوق عقب پیدا میکنن یه لپتاپه و توی اون لپتاپ یه سری فایلا وجود داشته که مارک همشون رو دیلیت کرده بود، ولی مسئول تک مثلا پلیس تونسته بکاپ بگیره، آره ریکاوری کنه و اون فایلا رو برگردون. فایلی که توی لپتاپش ریکاوری کردن و برگردوندن اسمش اسکی کانفیشن بود. کانفیشن به معنای اعتراف، یعنی اعترافات اسکی، و اسکی هم مخفف سریال کلیره، یعنی اعترافات قاتل سریالی. یه فایل 35 صفحه‌ایه که حالا قاعدتا نمی‌خوایم کلش رو اینجا بخونیم، ولی بذارید براتون بگم که چجوری شروع میشه این فایل. این داستان بر اساس اتفاقات واقعیه. اسما و اتفاقا به صورت جزئی تغییر داده شدن تا از فرد گناهکار محافظت بشه. این داستان تبدیل من به یه قاتل سریالیه و مثل هر کسی که میخواد یه چیزی رو شروع کنه، من هم یه سری آزمون و خطاها توی این ماجراجوییم داشتم. بذارید از اول شروع کنم و فکر کنم اون موقع بفهمید منظورم چیه. اسکی کانفیشن اینجوری شروع میشه و این داستان، یا بهتر بگم خاطره، در رابطه با توش زن و بچهش هم حضور دارن، زن و بچه به اسم تس و زوی که اسم بچه خودش که کلوی بود. آفرین. اسم بچه این یارو که تو داستان زویه. دقیقاً. اسم زنش چی بود؟ نگفت. زنش هم جس بود دیگه. جس. که حالا اینجا گفته تس و زوی. یعنی میخوام بگم طرف خیلی هم نابغه و خلاق هم نبوده این آقایی که داره، خیلی خلاقیتی به خرج نداده. توی اسکی کانفیشن اون میگه که آقا هدف اصلی من کسی که میخوام بکشمشون کسایی باشن که آقا مردای متأهلی هستن، ولی یه ذره که با خودش بیشتر فکر میکنه میگه که خب نه، این ممکنه برای من درد سرساز بشه، زن و بچهش مثلا ممکنه بیان پیگیر داستان بشن، در نتیجه میرم سراغ مردای سینگل. مردای سینگل و
میانسالی مثل جانی آلتینگر. خب میگم این بیشتر از اینکه داستان باشه اسکی کانفیشن، کاملا یک خاطره است، قشنگ یک اعترافه دیگه به معنی واقعی کلمه. در ادامه این 35 صفحه هم که توی اسکی کانفیشن وجود داره یه سری جزئیات داده، مثل هودی مشکی که میپوشیده، ماسک هاکی که استفاده میکرده. ببین انقدر جزئیات توش وجود داره و طرف نکرده حتی مثلا یه سری چیزا رو عوض بکنه، دقیقه دقیق گفته. لعنتی اومده گفته آقا یه ماسک مشکی میپوشم که روش سه تا خط مثلا طلایی وجود داره و فکش وجود داره. یعنی میدونی پلیس چیزی که داره میخونه رو عیناً داره توی خونه میبینه، تمام جزئیاتی که توی اون داستان وجود داره قشنگ جلوی چشش توی خونه هستش. خلاصه که پلیس هم به هیچ عنوان به اسکی کانفیشن، به چشم داستان نگاه نمیکنه. اونم کاملا اعتقاد داشتن که صفحه به صفحه اسکی کانفیشن مربوط میشه به قتل جانی آلتینگر. تو اسکی کانفیشن قاتل اون داستان از شوکر استفاده میکنه برای ضربه زدن به اون قربانیش، بعدش هم با یه دونه میله آهنی اون رو ناک اوت میکنه به اصطلاح. بقیه داستانش هم عین روند قتلای دکستره، روی میز آهنی میذاردش، دور تا دور خونه رو پلاستیک میذاره، اون رو با یه پلاستیک میبنددش دور میز، شکنجهش میده، تش میکشدش، بعدش هم جسد رو تیکه تیکه میکنه، میسوزوندش. ولی با این حال میبینه که آقا مثلا بقایای این جسد هنوز وجود داره دیگه، در نتیجه اونا رو ور میداره توی کیسه میذاره، کیسه زباله میذاره و میبردشون توی دونه فاضلاب پرت میکنه دیگه. خود دکستر رو داشته میرفته قشنگ، خود دکستر بوده داست. اصلا برای همینه که میگیم دیگه قاتل دکستری. و در آخر هم توضیح میده که آقا چقدر راحت بوده برای این قاتل که از زیر این قتل قصر در بره، به خاطر اینکه از جاهای مختلف خریداشو انجام میداده، ایمیلاشو از یه ایمیل تکراری استفاده نمیکنه و از پروفایل های مختلفی استفاده میکنه برای قربانیاش. چند نفر رو یعنی کشته بوده حالا این اسکی کانفیشن؟ ببین اصلا اصل داستان اینجا، اینجا مهمترین تیکه اسکی کانفیشنه که پلیس متوجه میشه که آقا یه تعداد قربانی وجود داره، فقط داستان جانی نیستش. توی همین فایل اسکی کانفیشن پلیس متوجه میشه که یه قربانی دیگه هم وجود داشته، ولی طرف تونسته از دست این قاتل فرار بکنه یک هفته قبل از قتل جانی، دقیقاً با همون روشی که جانی رو کشونده بود اونجا، با یه پروفایل فیک با یه نفر دوست میشه، دقیقاً همونجوری بهش آدرس رو میده. طرف میاد اونجا، اون بنده خدا از خدا بی خبر بوده، وارد گاراژ که میشه یکی از پشت بهش با شوکر حمله میکنه و وقتی میفته زمین میبینه یه نفر با خودی و یه ماسک هاکی داره بهش حمله میکنه و سعی میکنه بکشدش. این بنده خدا هم میگه آقا من حالا که دارم میمیرم حداقل بذار لاتی بمیرم، شروع میکنه باش درگیر شدن. و طوری هم بوده توی این اسکی کانفیشن نوشته شده با جزئیاتش، طوری بوده که کاملا یک جنگ پایاپایی هم با هم داشتن، یعنی قشنگ درگیر میشن، چند دقیقه با هم دیگه کشتی میگیرن حتی، و در نهایت به شکل معجزه‌آسایی طرف موفق میشه که فرار کنه. قهرمان این داستانه که توی اسکی کانفیشن بوده، یعنی هم قاتله که در واقع همون مارک میشه، توضیح میده که تلاش میکنه که برسه بهش بگیردش، ولی اون طرف موفق میشه که خودش رو برسونه به خیابون اصلی و یه زن و شوهری که داشتن سگشون رو اونجا پیاده روی میکردن با سگشون میبیندش و بیخیال میشه دیگه، میگه آقا این طرف در رفت دیگه از دست من. خب این اگه همچین اتفاقی واقعا افتاده باشه که اون یارو بیخیال که نمیشه که میره به پلیس میگه، بعد تو گزارش گزارش ها باشه که بالاخره آقا یه همچین اتفاقی افتاده. ببین آره ولی این اتفاق نیفتاده. ببین اینجا متوجه میشن پس یک نفر شاهد زنده وجود داره و دقیقا میرن توی گزارش های پلیس میگردن ولی چیزی پیدا نمیکنن. و حدس اولیه ای هم که پلیس میزنه اینه که احتمالا اون کسی که این شخصیت قاتل تونسته تا اونجا بکشوندش واقعا داشته به زنش خیانت میکرده و برای اینکه تابلو نشه نرفته به پلیس نگفته، یه جورایی مثلا گفتن طرف حتما خواسته زندگی خودش رو نجات بده دیگه. پلیس خیلی دوست داشتش که این طرف رو پیدا بکنه و مطمئن شه که واقعیه این داستان، ولی در درجه اول اینا باید مارک رو دستگیر میکردن. اما برای دستگیری مارک اونا باید ثابت میکردن که جانی آلتینگر 10 اکتبر واقعا توی اون گاراژ حضور داشته و با وجود تمام اون مدارک فیزیکی که پیدا کردن، ببین اینو بگم اینجا،
که پلیس اینجا رفته خونه و ماشین مارک رو گشته و اون همه مدرک رو پیدا کرده، هنوز تو گاراژ دوباره برنگشتن. با وجود تمام اون مدارکی که پیدا میکنن، اون چه میدونم چاقوهای خونی و اون ورق و دستنوشته و این حرفا، بالاخره قاضی منت رو سر همه ما میذاره و حکم تفتیش گاراژ مارک رو صادر میکنه. پلیس وارد گاراژ میشه و توی نگاه اول گاراژ اصلا تمیز به نظر میاد، ولی حالا که دیگه دیده قاتل بودن مارک رو پلیس داره، خیلی با دقت‌تر اونجا رو میگردن و اصلا کلا داستان عوض میشه. اونا متوجه میشن که اونجا پر داکتیپ، پر پلاستیک، دستکش اون پلاستیکی وجود داره، کلی مواد واسه شویندگی و پاک کردن و نمیدونم حتی تلطیف فضا و نمیدونم بو و اینجور چیزا، همه چی وجود داشته. بخوام خیلی ساده بگم، یعنی قشنگ رو پکیج کامل کمد دکستر رو توی گاراژش داشته. قشنگ فن کامل بوده دیگه. ببین چقدر فهم بوده که دیگه عملیش کرده همه چی رو. علاوه بر همه اون وسایل، یه سری ست چاقوهای شکاری هم وجود داشته اونجا که هیچ جوره مارک توی چل آدمی نبودش که بخواد شکار حیوان بره. و خیلی جالبه بدونید که تک تک آیتم های اون ست چاقوهای شکاری همشون خونی بوده، روی همشون اثر خون وجود داشت. بر اساس تحقیقات پلیس خونشناسی که دیگه توی سریال دکستر هم، خود دکستر هم شخصیتش همین دیگه، بر اساس تحقیقات همچین پلیسی، اونا متوجه میشن که توی یک نقطه از اون گاراژ یک نفر تا سرحد مرگ با یک لوله بهش ضربه وارد شده و خونش این اونور پاشیده شده. پلیس هم حدس میزنه که احتمالاً با همون لوله آهنی که پیدا کرده بودن و خونی بوده این اتفاق افتاده، که در انتها هم متخصصا تایید میکنن و متوجه میشن که با همون لوله این اتفاق افتاد. خلاصه که بالاخره با وجود تمام این مدارکی که پیدا میکنن از خونه و ماشین و گاراژ مارک، بالاخره پلیس مارک تویچل رو به جرم قتل درجه اول دستگیر میکنه. توی همون روزا حسابی قضیه جانی آلتینگر توی کانادا وایرال شده بودش و شبکه‌های تلویزیونی هم حسابی بهش پرداخته بودن. بعد از اینکه مارک رو دستگیر میکنن به جرم قتل، پلیس یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکنه، یه توضیحاتی راجع به این پرونده میده و مهمتر از همه اون ماسک هاکی که فکش هم در اومده بود جای دولک خونداش رو نشون میده توی تلویزیون و میگه بر اساس مدارکی که ما پیدا کردیم یک نفر دیگه وجود داره توی این پرونده که زنده مونده و قرار بوده قربانی باشه ولی تونسته فرار کنه و یه جوری درخواست میکنه از اون شخص اگر داره این قضیه رو میبینه بیاد خودش رو معرفی کنه و دقیقا همین اتفاق هم میفته و دو روز بعد اون کسی که تونسته بود از دست مارک تویچل فرار کنه خودش رو معرفی میکنه. اسم یارو گیل تترو بودش و طبق گفته های خودش تمام اون نوشته هایی که توی اون داستان مارک نوشته بودش و گفته بودش که درگیر شدن و این حرفا، همشون کاملا واقعی بوده. چرا نیومده بگه خوینه؟ خب ببین، این چیزی بودش که من تو این پرونده اول پیدا نکردم، ولی رفتم یه ذره سرچ کردم و سال 2017 گیل میاد توی مصاحبه توضیح میده که دلیل اصلی که من نرفتم این قضیه رو گزارش بدم به پلیس این بودش که خجالت میکشیدم. گفت انقدر احمق بودم که اینترنتی اومده بودم با یه دختر آشنا شده بودم و رفته بودم تو، واقعا خجالت میکشیدم از خودم و این حماقتی که کرده بودم. نکن. و طرف میگه بعد از اینکه تو تلویزیون متوجه شدم چه اتفاقی برای جانی افتاده، یعنی میگفتش که من پرام ریخته بود که چقدر خوش شانس بودم که تونسته بودم زنده بمونم. و دلیل اصلیش هم همین بودش که به نظرم خیلی جنگ بالایی داشت دیگه. طرف درگیر شد و در رفت. زن مارک هم اواسط نوامبر درخواست طلاق میده و از اون روزی که پلیس میاد خونه و ماشینشون رو میگرده و دیگه دستگیرش میکنن دیگه نمیبیندش. ولی جالبه بدونی که دلیل اصلی طلاق زن مارک از مارک این بودش که مارک بهش خیانت میکرده. یعنی ببین با چه آدم روانی متعریف خیلی واسه عجیبه. بعد میبینی همه این چیزایی که خودش درگیرش بوده، ابسشنش به دکستر و نمیدونم قاتل سریالی بودن و فیلم و حتی خیانتش به خانومش رو، همه اینا رو آورده و در قالب یه داستان تحویل داده میده. یعنی در واقع خیلی ساده بخوام بگم، مارک یه سری اختلال‌های روانی داشته به تعداد زیاد که خواسته همه‌شون رو سینمایی کنه، اونم به خاطر علاقه‌اش به سینما. خلاصه پلیس یک کوه مدرک فیزیکی علیه مارک داشته و علاوه بر اونا عملاً 35 صفحه اعتراف هم داشته. اما با این حال هنوز یه قطعه این پازل رو نداشتن که اصلا خیلی هم مهم بود، اونم جانی بودش. آقا بقایای اصلا جسد جانی کجاست؟
پلیس‌ها با توجه به اینکه قاتل توی اسکی کانفیشن گفته بودش که بقایای جسد رو توی فاضلاب انداخته، رفته بودن تمامی فاضلاب‌هایی که به اون داستان می‌خورد رو رفته بودن چک کرده بودن، ولی خب هر سری دست خالی برگشتن. تا جون سال 2010، یعنی 2 سال بعد از وقوع اون جرم، خود مارک میاد دست پلیس رو میگیره و میبردشون اون جایی که بقایای جسد جانی وجود داشته، یعنی میبردشون همون فاضلاب. و توی اون فاضلاب وقتی پلیس میگرده یه تعداد استخون پیدا میکنه که از روی اون استخونا مشخص بودش که چه بلایی سر جانی اومده بودش. جای اره بودش و جای ضربات شدید، ضرباتی که یعنی گوشت رو شکافته بوده و استخون رو هم مثلا چیز کرده و ترک انداخته بودش. چرا بعد 2 سال؟ چرا همون موقع 2 سال چی شد؟ من ببین دقیقا نمیدونم خودمم، خب ولی مثلا یه سری حدس و گمانا بوده که میگفتن که شاید مارک مثلا عذاب وجدان گرفته بوده و برای اینکه وجدان خودش رو راحت بکنه بخواد این کارو بکنه و مثلا بیاد بقای جسد رو لو بده. ولی این نظر شخصی خودمه. نظر شخصی خود من اینه که برای این نبوده، این آدم اختلال روانی داشته و بیشتر شاید میخواسته یه داستان خوب و سینمایی به ما بده. من فکر میکنم بیشتر از نارسیسیستش بوده، واسه ما قصد بگه من خفنم بیا مثلا خودم لو دادم که کجا بوده. و خیلی هم جالبه اون روزی که مارک تصمیم میگیره این کارو بکنه، به وکیلش میگه بیاد که با پلیس میخواد یه صحبتی انجام بده. میرن توی اتاق بازجویی با پلیس همراه با وکیلش، نه با وکیلش نه با پلیس یک کلمه حرف نمیزنه، فقط یه برگه‌ای که روش نقشه گوگل مپ بوده رو بهشون تحویل میده و روش مشخص کرده بودش که جای جسد و بقایای جسد جانی آلتینگر کجا بوده و جاش هم 2 کوچه بالاتر از خونه مادر پدر خودش بوده، توی یک فاضلابی که توی اون منطقه بود. حالا شاید باورت نشه ولی قاضی این پرونده در نهایت به مارک حکم قتل درجه 2 رو میده. و خیلی جالبه ها، ببین طرف به جعل هویت اعتراف کرده، به قتل جانی اعتراف کرده، تیکه تیکه کردن بدنش، این که نمیدونم بقایای جسدش رو توی فاضلاب انداخته، همه اینا رو اعتراف کرده بود ولی گفته بود هیچ وقت برنامه من این نبودش و ما به صورت اتفاقی درگیر شدیم و این درگیری منجر به قتل شد. حالا سناریوش هم چی بوده؟ میگه آقا من برنامه اصلیم این بودش که همه کسایی که میخوام اونجا دعوت بکنم رفتار گیل رو با من داشته باشن، من از پشت بهشون شوکر بزنم، طرف بترسه فرار بکنه و من در عوض یه فیلم طبیعی اونجا گرفته باشم. ولی خب برای جانی اینجوری پیش نمیره دیگه. جانی وقتی میفهمه که جن اون دختر رویایی که فکر میکرده قرار باش ملاقات بکنه نبوده، حسابی قاطی میکنه، درگیر میشن با هم دیگه و مثل اینکه درگیری نسبتا طولانی مدتی هم داشتن و در نهایت به صورت اتفاقی آقای مارک ادعا میکنه که اون به قتل. بعدش هم که هول میکنه، تیکه تیکه میکنه، میسوزونه جسد رو، میندازه توی فاضلاب، همه اینا به خاطر این کار بودش که ادعا داره که من آدم خوبیم و این کاره نبودم و الان اگر اینجا نشستم محصول یک سری تصمیمات غلطی هم که پشت سر هم گرفتم. که خب باز اینجا هم نظر شخصی من اینه که داره دروغ میگه و به نظر من آره دیگه، به نظرم ببین وکیلش اومده بهش این داستان رو تحویل داده تا فقط مثلا قطع درجه 1 رو نگیره و به اعدام محکوم نشه، وگرنه این آدم مشخصا اختلال روانی داشته. در نهایت هم مارک به حبس ابد محکوم میشه و 25 سال هم حتی حق نداره که درخواست تجدید نظر بده و خدا میدونه که چند نفر به خاطر همین قضیه جونشون نجات پیدا کرده، کسایی که میتونستن قربانیای مارک باشن، چون توی اسکی کانفیشن حتی 2 تا قربانی بعدیش رو هم مشخص کرده بود که یکیش رئیس سابقش بود، یکی دیگه هم اکسش بود. ولی خب بازم اینا مدرک حساب نمیشه و تنها دلیلی که اونا جونشون نجات پیدا کرده اینه که یه رفیقی مثل دیل وجود داشت. دقیقاً که به جانی گفته بودش که اولا که آدرس رو برای من بفرست، بعدش هم انقدر این آدم پیگیر بود تا امروز یه کسی مثل مارک تویچل همچنان مشغول کشوندن قربانی ها به اون گاراژ لعنتی نباشه، همون جوری که توی اسکی کانفیشن گفته بودش تبدیل به یک قاتل سریالی نشده باشه. خیلی از دوست خوبم اونورتر بود، خیلی جاها میتونست گیواب کنه، بازم دوست خوبی بود چون پلیس واقعا مقاومت عجیبی داشت. ولی خیلی باحال بود به نظرم این کاری که کردش. و یه چیز دیگه، من این قاتلای سریالی معمولا یه کاریزمایی دارن دیگه، من اصلا اینو
اصلا تو مخم بود یارو. مارک بود، مایک بود. مارک، آره مارک، مارک بودش. ببین میدونی داستان چیه؟ این آدم به نظر من انقدر درگیر فیلم و سینما و اون وجهه‌ای که هالیوود از قاتل سریالی نشون داده بود شده بود که این توهمو پیدا کرده بود و دوست داشت که مثلا اونجوری باشه. ولی دقیقاً اون چیزی که تو میگی، اون کاریزمای رو نداشت. احتمالاً سایکو هم جدای از اون حالا وسواسش نسبت به فیلم علاقه به کشتن و اینا هم داشته دیگه. قطعاً داشته. قتل اول که چیز میکنه. ببین اصلا میدونی دلیل اصلیش هم چیه که تو میتونی بگی این آدم سایکوپت بوده؟ اینی که چند بار پلیس این آدم رو میبره باش بازجویی میکنه، حتی از روی فیلم بازجویی هم نمیتونن بادی لنگویج خاصی از این آدم ببینن. توی تمامی مراحل بازجویی این آدم کاملا کول برخورد میکرده، اصلا استرس نمیگرفته و خب این نشون میده که این یه اختلال روانی داره که این هم یکی از ویژگی های سایکوپت ها هستش. دارم. تو داری؟ دارند. آها دارند، چون اگه تو داشتی که خیلی بد میشد. یه لحظه بگم بگم من دارم. اوکی همه چی نترسم بس. اوکی. در نهایت این بود پرونده قاتلی که به سبک دکستر میکشت، ولی خب انگوش کوچیکه دکستر هم نبود. ببین یکم سب میکرد درقل سیزانهای بعدی رو میدید. آره سریان اولد فیلم خیلی زود بود، شاید لازم نبود شروع کنیدش. اشتباه بود، بود ولی دمت کم. قربونه تو، امیدوارم که از این پرونده لذت برده باشید. اگر نظری، کامنتی، چیزی دارید حتما توی بخش کامنت رو برامون بنویسید و همین دیگه.